خب مذاکره تان چیز غیر خط تسلیمی دادن. خب همون سه کلمه طالبا رو باید داشته باشید، یا بیعت میکنی یا معیت میکنی یا تسلیمی میدی. میدان وسیع تر بسازه، یعنی گفتمان ملی است. اما این تلاتوما قابل مدیریت است و دیدین نظامتان آزادی بیان قبول کرده. ما خود در خطر نمیبینیم که هر نظریه را سانسور کنیم. کشور آزاد است، بیاین اگر کسا قناعت دادید اهداف مطلوبتان را بیاین از رای مردم ایجاد کنیم، باز هزار دفت. اما در مرحله دوم خطرات واقعا جدی است و سوم اینال مرحله عبور است. در مرحله عبور اینجا ما بایست یک فرد، بایست یک هموطن تان نظریات خود هموطن شامل میگیم. قانون اساسی افغانستان با آسانی به وجود نامده. یک کتاب بسیار خوب یک پروفیسر امریکایی که نامش فیض احمد است نوشته کرد برام افغانستان در طلوع، یعنی فهم چی دمیر اوزاد پشتون ترجمه شد. این دوره قانونگذاری امان‌الله خان و قانون اساسی اول افغانستان به شکل بسیار بارز و واقعا مبتکرانه تفسیر کرده. در زمانی که قانون ما اولین صاحب اولین قانون اساسی خود شدیم، تنها مملکت مستقل در کل جهان اسلام بودیم. ایران در حال تقسیم شده، ترکیه در حال جنگ داخلی بود بر جنگ آزادی خود، عربستان سعودی هنوز عربستان سعودی نبود، کل باقی جهان اسلام مستمر بود. خصوصیت دوم قانون اساسی ما چی بود؟ یک متخصص بین المللی در حضور نداشت. متخصص بین المللی اروپایی آمریکایی رو میگه غربی. خاصیت دیگه چی بود؟ کلانترین علمای دین از افغانستان، از هندوستان و از امپراتوری عثمانی با هم دست دادن و کمیته ایجاد قانون اساسی رو بوجود آورد. زیر هر ماده قانون اساسی مولوی عبدل واسه، یکی از بزرگترین علمای ما که در تاریخ ما تیر شده و تمسک القضاته، مولوی صاحب عبدالواسه تمام شریعت در 1100 و چند ماده در دو جلد خلاص کرد، نامش تمسک القضات گذاشته. این رقم کتاب در کل منطقه بی‌نظیر است. اینا قانون اساسی را آوردن، زیر هر ماده مولوی صاحب عبدالواسه امضا کرده که مطابق به شریعت غورای محمدی است. از او روز تا امروز تمام قوانین اساسی ما اساسش دین مبین اسلام است. که دوی بست رازی دلتا باید پوسید، دلتا یه واضح سابقه موجوده بود. و سیستم عدلی و قضایی ما از زمان امیر شیرلی خان، اول شروعش دوست محمد خان است، بعد خوب یک سله وسیع است. یعنی سلسله را باید بفهمیم که افغانستان نه تنها قانون اساسی اسلامی داشته، پیش قدم بوده در دنیای اسلام و منطق بسیار خاص خود داشته و یا مصرف لوجیک تصویب شد. قانون اساسی 80% تعدیل شده میدون، 20% که تعدیل شده نمیتونه دو چیز است. یک ماهیت نظام است، ماهیت اسلامی نظام. دوم حقوق بنیادی افراد است، فصل دو. ای که در حکومت چی رقم تغییر میدین؟ او با مردم افغانستان تعلق داره. ای که شکل اداره رو چی رقم تغییر میدین اینا. اما نقطه کلیدی با تداوم و تغییر در مابین خود باشه و نوع تعدیل قانون اساسی باید به اساس فرمایش قانون اساسی صورت بگیره. قانون اساسی از بیرون کنار گذاشته شده نمیدون. سوکت دی صلاحیت لری چی مکتوبه چی قانون اساسی میاو خواته داوکی داوکی کلمان امضا غواری دا رقم سند باندی زمزا نکوم ما تمزوان می دو تو تهمیت نلری دو سوکال باد قضاوت افغانان رو تا مهم دار.
نقطه دوم بازم بحث یک فردی که زندگی خود وقت و افغانستان کرد. این جامعه ضرورت به یک پیمان سیاسی داره. بدون یک پیمان سیاسی به ثبات رسیده نمیتونین، دست همسایه از کشورتان کوتاه نمیشه. از او خاطر باید تمام سیاسیون افغانستان در دوران از فرصتی که در دوران حکومت صلح ایجاد میشه با هم بشینن سر یک میثاق سیاسی به نتیجه برسن که برنده تمام حکومت به دست گرفته نمیتون. باید سر یک مشارکت سرتاسری ملی فکر کن و این ضرورت تعدیل قانون اساسی نداره، یک میثاق ملی میخواد. مهمترین نمونه از این اگه میخواین فنلند است. فنلند بعد از جنگ اول جهانی یک جنگ بسیار سخت داخلی را تیر کرد. کسایی که به دست راست مشهور شده بودن یا به حرکت دست راستی کمونیست‌ها را شکست دادن، اما اینا یک اقدام بسیار بزرگ کردن، مغلوبین آوردن در حکومت و اینا به پیمان اجتماعی رسیدن، پیمان سیاسی. او چی بود؟ دست مغلوبین چپی حقوق شهروندی را، خاصتا حقوق اقتصادی کارگرا و اینا را تاکید کردن. دست راست سر ایجاد ثروت کار کرد. نتیجه شی بود که فنلند هم مردم سالار شد هم ثروتمند، از یکی از فقیرترین کشورها. از او روز تا بال فنلند حکومت ائتلافی داره. راه های مختلف وجود داره، اما یک میثاق پیمان سیاسی فکر منسجم کرد و باید به صورت اساسی سرش فکر شه که منابع سرشار ما و مخصوصا فرصت هایی که نسل جوان ما داره، زنای افغانستان داره، هم از اینا به چه رقمی ایجاد میشه. نقطه سومش ادغام مجدد مهاجرین و بجا شدگان است. این چند در پیشتر خدمتتان ذکر کردیم، بیایم تکرار. زد داود خان پا آخر کال که لارم دکترات پاره می دوی گل سر امریکیت، آقا وقت که 99% در افغانان افغانستان که نن یو لوی دایسپورا لره او دا دایسپورا تس یو خواته نسی خوده، تنها جناب سالی سبز دایسپورا سر نزده نکار که مسئول یو میلیون پوروپا امریکی کانادا استرالیا که دکلر ای دوی زلونه، مخصوصا دوام درم نسله افغانستان سره او خاص علاقه لري. مرکتاسی و نپالی بیاسی خارجیان کی تمام فاجعه افغانستان از نگاه 240 میلیارد دلار ما بین سال 1978 و 2002 نقصان دیدیم، اما ایجاد سرمایه بشری که در دایسپورا آمده از چند صد میلیارد دلار که زیادتر است، به شرطی که ما عقل داشته باشیم. آیرلند اینا به پای ایستاد کردن، چین اینا به پای ایستاد کردن، هندوستان با او بزرگیش و در ایران پیش از ایجاد تعزیرهای نو رئیس جمهور محترم ایران مرا گفت که زیادترین ایجاد کار در ایران از طرف دایسپورا ایران در امریکا صورت میگیره. یک سرمایه بسیار بزرگ. و دوم، آیا فکر میکنین که ثبات در افغانستان بدون حل مسئله مهاجرین ما در پاکستان ایران صورت گرفته میتون؟ که همیشه خودشان یک کار میکنن، در پاکستان باز برتان میگن که او منبع از این مهاجر است، او مهاجر بیچاره. ضرورت واضح است و ای پس به چی تعلق میگیره؟ ثروت افغانستان باید ایجاد کنین، مدیریت کنین. دوم، به جای شدگاه داخلی فراموش نکن. نقطه چهارم امنیت است. مسائل امنیتی ما دقت میخواد. باید واضح توگه دلت راسو یا نتیجه تو رسید. جنگ چه او داره ایگی؟ خب معلوم دار وطر راست. اما خطرات بی امنیتی پا دست ساحه که پا دی منطقه که کافی دیفت. دلتا
دی چوک ساده فکرونو باندران نسی چه سبا سول راغلا سول سرم نتراست دا وقت خوری همه باید کلانترین عامل امنیت مشارکت سیاسی است کلانترین عامل امنیت در آینده همپذیری است کلانترین عامل امنیت در آینده ایجاد فرصت برای فقیرترین اقشار جامعه است و مهمترین عامل امنیت کاریابی بر جوانای ماست توجه بر زنای ما اگه ای عامل یعنی امنیت تعریفش از امنیت فیزیکی به امنیت اجتماعی باید بدل شد یک جامعه مسئول خود مسئول میدانه که بتانه ببینه که فرصت داره و ایجاد فرصت تراوت فکر میخواه چیز را که ما میخواییم بجای بگذاریم یک مسیر است که نمی تقیب شد و در اینجا ثروت طبیعی افغانستان خواهران برادران مدیریت کار داره در افغانستان پانگ در افغان در اولس در پاره ده و در افغانستان در خیر در پاره مدیریت سی و قوه بشری ما کلانترین عرف ماست و اولویت های انکشافی مخصوص هست خوشبختی افغانستان است که غریب ترین ولایتش در جمله ثروتمندترین ولایتش است از نگاه منابع طبیعی اما این منابع طبیعی بدون ایجاد زیربنای قرن 21 شما از پیش استفاده کرده نمید هم فرصت هم چالش بنیادی اقتصادی افغانستانی است که بعد انقلاب صنعتی اول که ترانسپورت بود انقلاب صنعتی دوم که ذوب آهن و برق بود انقلاب صنعتی سومه که اینترنت بود و انقلاب چهارمه که دیجیتال سازی و ماشین های هوشمند است همزمان باید سرش فکر کنیم اگه اینا بیاین و پس پشت ازی برین که نه همه چیز تیار است چند لقمه از خارج برتان میایه کمک خارجی رای حل نیست امید است که واضح شده باشه که چارچوب بندی را که ما ایجاد کردیم هم مسیرش واضح است هم قابل پیمایش است هم قابل غنی‌سازی است ضرورت روز چیز در ترکیه با یک آواز برین با انسجام برین ترکیه وقت عزیز که ما و دنیا به یک توافق نو برسیم تنها توافق ما با طالبان مطرح نیست توافق ما با مطرح با دنیا و منطقه مطرح است اگر همکارای ما میخواین که ترکیه واقعا یک نقطه عطف باشه باید پیامای بسیار واضح را همه برای همکاری داشته باشه دای دی امید برخه ای پلان الف است اما وضعیت با کشت و کشتار کروان داره با تخریب کروان داره هوشیاری میخواه تمرکز میخواه ما باید لحظه غافلگیر نباشیم و اگر خدای نکده طالبای این فرصت طلایی را از دست دادن باز ملت افغانستان باید دوباره تصمیم بگیره در او حالت هم خواستن لوی جرگه ضرور است امید است که در اینجا وضاحت برتون داشته باشم که مفکورای حکومتای معقد به ثباتی میره کس حق رای گرفتن و انتخاب شدن از کس نگیره بیام دزلیل کمی نمانه نکم چه ماتم در فرصت راک ایله ده گختنم داده چه پدراتون که لسورسو که طول یو ملی بس که واقعا برخه واختی نظریات سول شورا سرم شریک کندی تل دیوی افغانستان یشسن افغانستان زنده باد افغانستان بخیر باشید